سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم توی این جلسه یه محیط توسعه هوشمند رو بهتون معرفی کنم که میتونید کد نویسی رو توش خیلی راحت و سریع انجام بدید. کرسر دقیقا همون چیزیه که شما میخواید برای کد نویسیتون. من احمد رضا هستم و توی این قسمت قراره که کرسر رو بررسی کنیم و بگیم که چه فوایدی داره و اینکه چجوری میتونید ازش استفاده کنید. وقت رو تلف نمی کنم. اولین کاری که شما باید بکنید این که بیایید توی براوزرتون و cursor.com رو سرچ کنید و به یه همچین وبسایتی میرسید. من این cursor.com رو توی دیسکریپشن هم لینکش رو میذارم که بتونید از اونجا روش لینک کنید و بیایید توی این وبسایت. خب کرسر یه ادیتور تو پایه ای آیه که بهتون کمک میکنه که وقتی میخواید کدی رو بنویسید براتون دیباگ کنه، براتون بنویسه، صفر تا صد کارم براتون میتونه در بیاره و هر جا که فکر کردید کد درسته شما بهتره یه بار بررسی کنید اون کدی که بهتون پیشنهاد میده، اکسپت رو میزنید و اد میشه به اون کدتون. شما میتونید کرسر رو، حالا من همینجوری که میام پایین چیزا رو براتون توضیح میدم، میبینید خیلی راحت شما میتونید این کار رو فقط با یه تب انجام بدید. فقط برای اینکه شروع کنید و اینو نصبش کنید میایید تو قسمت دانلود. اگر اینجا نشناختش میایید تو قسمت دانلود و OSتون رو از اینجا انتخاب میکنید. مک داره، لینوکس داره و ویندوز 10 و 11 هم ساپورت میکنه. کاملا فری هستش. من یه نسخه ازش رو قبلا دانلود کردم و اینجا میارم که شما ببینید. خب یه همچین محیطی بهتون میده. فقط یه بدی که داره، نمیتونید اینجا یه دونه نیو درست کنید ازش. خب یعنی عین وی اس کد، یعنی یه محیطی شبیه وی اس کده، ولی شما نمیتونید مثلا کامند اند که میزدید یه صفحه جدید براتون درست کنید. حتما باید یه فولدر درست کنید و برید اون فولدر رو اینجا فراخونی کنید. من میخوام یه کار اینجا انجام بدم. یه اوپن فولدر میزنم، میام تو قسمت دیولوپمنت، یه دونه تست اینجا مینویسم، اوپنش میکنم و اینجا حالا من میخوام یه کد بزنم. برام فرقی نمیکنه جاوا اسکریپت باشه، پایتون باشه، راست باشه، یا هر چیزی که PHP باشه، سی شارپ باشه، یا هر چیزی که شما دلتون میخوادش. خب خیلی راحت میتونید همه این کدها رو با استفاده از AI که اینجا داره همه رو بنویسید و بهتون کمک میکنه. من این منو رو بهتون توضیح بدم. اینجا که همون فایل و فولدرها رو بهتون نشون میده، اینجا قسمت سرچه، اینجا برای گیته، اینجا ران میکنه پروژه‌تون و اینجا قسمت اکستنشن ها هستش. از اینجا میتونید اکستنشن ها رو سرچ کنید. اگر دیدید اکستنشنی توی وی اس کد هستش حتما اینجا هم کار میکنه و اگر پیداش نکردید میرید توی لینک اون اکستنشن توی مایکروسافت، اونجا کپی میکنید اینجا و کار انجام میشه. یه درگ اند دراپ ساده است. خب خودش آپدیت میشه. همه اکستنشن ها میبینید که شبیه خود وی اس کد هستش. از اینجا من بیام اینجا توی کرسر در مورد اینکه من چه ورژنی رو دارم استفاده میکنم بهتون نشون میده و نودی که دارم، کرومیوم، الکترون، از V8 و OSی که دارم استفاده میکنم. اینجا قسمت فایل ها رو دارید، ادیتور، سلکشن، ویو و چیزایی لازمی که فکر میکنید به دردتون میخوره که توی وی اس کد همه اینا هستش، عین همونه تا اینجاش و هیچ برتری نداره و محیط هم دقیقا همونه. از قسمت کرسر توی ستینگ شما دو تا ستینگ دارید، یکی کرسر ستینگ، یکی وی اس کد ستینگ و اینجا هم اکستنشن ها. توی کرسر مربوط به ستینگ های خود کرسره که اکانت هم من بهش وصل کردم و اینجا مدل های AI که من میخوام ازش استفاده کنم. مثلا ناکن من اینایی که سویچ کردم روی سبز، یعنی من میتونم توی کدم از اینا استفاده کنم، از این مدل ها، و همه مدل ها رو من تقریبا اوکیش رو زدم
به جز این که نمیدونم اینو باید بررسی کنم، این شاید جدید باشه ندیده بودم، یا یعنی اینکه میتونید خودتون هم یه سری مدل اد کنید اینجا. اگر خواستید میتونید API کی اوپن ای آی بهش اد کنید، یا گوگل یا اجور یا چیزای دیگه. این هم یه سری فیچر ها برای تب و که بهتون بگه که این کد اکسپ کنه یا نکنه. شما باید بهش بگید که اگه اینیبل باشه خب همون موقع اد میکنه، ولی نه، بهتره که شما یه بار بررسی کنید. این قسمت پردیکشن، یعنی پیش بینی میکنه شما دارید کدی که میزنید و هی بهتون پیشنهاد میده، و اوتو ایمپورت هم که خودش میاد وقتی که کدی رو توی ای آی می نویسید بیاد اضافه میکنه همزمان، که اینم به نظرم دیسیبل باشه بهتره. خب به این بتام کاری نداریم. تو قسمت بعدش روی کرسر سیتینگ، اینا تنظیمات وی اس کد، یعنی هر تنظیماتی که توی وی اس کدتون دادید اینجا میتونید اضافه کنید. خب یه فرق فوق العاده ای که داره، قبل از اینکه من این فرق رو بگم، اینم گیتاب کوپایلوته که من خریدم و دارم ازش استفاده میکنم توی کدام. میتونید اون مثلا آف کنید اگر نداشته باشید، ولی گیتاب کوپایلوت تا اونجا که میدونم 60 روز بهتون مجانی دسترسی میده، اکسس میده، بعد اون باید خریداری کنید. فکر میکنم سالی $100 یو اس باشه. برگردیم به کرسر و اون اتفاق خوبی که گفتم قرار بیفته. شما کافیه که فقط کماند آیه بزنید. اینجا دو تا قسمت میبینید که یه سریش برای چت جی پی تیه و یکی برای کامپوزره. خب شما تو این کامپوزر میتونید هر چی که میخواید و اینجا اد کنید، حتی بره یه داکیومنت رو از یه جا یه وبسایتی بگیره که اون وبسایت رو شما بهش معرفی کردید، اون دیتا رو بخونه و بیاد ازش استفاده کنه. من بعدا یه چند تا پروژه درست میکنم با همین کامپوزره که شما ببینید چجوری میتونید یه دونه اپ به هر زبانی که دلتون میخواد درست کنید، جاوا اسکریپت باشه، راست باشه، پایتون باشه یا هر چیز دیگه ای، و یا هر فریم ورکی، ریاکت باشه، وو باشه یا انگولار باشه، فرقی نمیکنه. شما کلی اینجا دسترسی دارید به فایلا، فولدرا، کد، داک، گیت، نوت پد، کد بیس و وب، که من همه اینا رو بهتون توضیح میدم. خب شما ممکنه که تو هین پروژه یه اروری بگیرید، خب اوان مینی، اوان پریویو برم، خب که نود پراجیک ویت اکسپرس لایبری، میبینید چه ممکنه که این ارور بگیرید. این به خاطر اینه که شما باید توی محدودیت دارید تو قسمت فری و باید اونو خریداری بکنید. من چیکار میتونید بکنید؟ میتونید این مدل رو بردارید ببرید بذارید مثلا روی سونت، اوکی؟ و من میخوام الان برای شما یه پروژه کوچولو درست کنم با نود جی اس و از لایبرری اکسپرس استفاده کنم. میخوام بگم که یه دونه پروژه کوچیک برام بنویس که API get رو برام نشون بده با نود جی اس و اکسپرس که سیمپل بوک استور API باشه، تا API میتونید باش بنویسید و اینو به من نشون بده. خب من اینتر رو میزنم ببینم که تا کجای کار میتونه انجام بده. خب میبینید داره دونه دونه انجام میده همه رو. منتظر میمونیم. خب گفتم حتما شما این کد رو بخونید قبلش. بریم ببینیم قبلش چی گفته. گفته باشه من به تو کمک میکنم که یه پروژه نود با اکسپرس درست کنی و گت و روش و طریق سرور جیسون دیتا نشون بدی. خب یه پروژه میسازیم به این اسم اینجوری. خب من با پروژه رو درست کنم دیگه، میگم این قسمت رو برای من ران کن. ران کرد، دیدی همه کارا رو داره خودش میکنه. اینا این تا اینجای کار. بعد گفته که یه دونه فایل بر من درست کن که این فایل هست دیگه، میام میندازم توی این سورس کدم، خب توی این بوک استور API. بعد توی این میخوام
یه همچین محتوایی باشه، پورت هم مشخص باشه، سمپل دیتا مشخص باشه و این متدی که میخوام این لیست این کتابا رو بگیرم. اوکی، و اینجا اومده گفته که به چه پورتی رو لیسن کن. اوکی، پورت 3000 طبق معمول. و اینجا آخرش گفته که شما باید نود ایندکس رو روش کلیک کنی. خب کار نکردش، این هم که همه چیش درسته، هیچ مشکلی نداره. خب بذار من یه کار کنم، من بیام این نود ماژول رو پاکش کنم، npm install دوباره بزنم، مخففش اینجوری میشه. خب حالا بزنم نود ایندکس. اوکی، الان درست شد. حالا کافی که من از اینجا این لینک رو بردارم، برم بذارم توی این براوزر و میبینید که اینجا به درستی این کد داره کار میکنه. ولی حتما بعضی موقع چک کنید، بعضی موقع یه ارورایی داره، ولی من براتون با این پروژه انجام میدم و میبینید که چقدر راحت میتونید از این کامپوزر استفاده کنید و چه کارهای جالبی میتونید، حتی دیباگ میتونه بکنه کداتونو و مشکلتون رو حل کنه. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید و اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما برام کامنت بذارید و روی کانالم سابسکرایب کنید که میتونه خیلی به من کمک کنه که بهتر دیده بشم و بیشتر دیده بشم. مرسی، ممنون.